آقا سلام علیکم. علیکم سلام داداش، قربونه. فقط اون درو آروم. بله چش. خیابون مثل همیشه شلوغ بود. راننده تاکسی تلاش میکرد تا به هر ضرب و زوری شده یه جوری از لای ماشین رد بشه و زودتر ما رو به مقصد برسونه. انتظار داشتن یه حرفی بزنن اما ظاهرا زیاد اهل صحبت نبود. به همین خاطر دستش رفت به سمت رادیو و اونو روشن کرد. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، صبح بارون زده شما بخیر. شاد و خرم و خندان باشید. به این صبح زیبا لبخند بزنید. صدای مجری لوس رادیو رو اعصابم را بود. یه برنامه صبحگاهی بود، از همون برنامه‌ای که مجریاش همش تلاش میکنن تا با روحیه دادن علکی مردم رو قانع کنن که همه چی تو این کشور رو به راه. هموطنان عزیز، صبح بارونی و زیبایی رو نظاره‌گر هستیم و چه خوبه که در همین صبح زیبا به خودمون یادآوری کنیم که مادیات اهمیتی ندارن. باید مدام به خودمون بگیم پول مهم نیست، من احتیاجی به پول ندارم، من بدون پول هم میتونم زندگی کنم. اینجا بود که یه دفعه راننده به ظاهر آروم از کوره در رفت و کاسه صبرش لبریز شد. عجب، احتیاجی به پول نداری ها؟ عجب روی دارم به خدا، معلومه دیگه نفسش از جای گرم در میاد، نشسته یه گوشه فقط فک میزنه. دولت هم گونی گونی پول میریزه تو جیبش دیگه، مثل ما که نیست، واسه یه لقمه نون از سر صبح تا بوق سگ بدوه. والا به خدا از چهار صبح زدم از خونه بیرون، ساعت 12 شب هم برمیگردم. اگه شانسم بگه ها تو این مدت 4 تا سرویس فقط بیام میاد. بقیه روز الله خوش شدم یه گوشه به خدا. سری کامپیوتر زنم را افتاد. روزی 4 تا سرویس، هر سرویس 4 تا مسافر، هر مسافر 1000 تومن، تو روز میکنه 16000. نگاهی به چهره راننده انداختم. خیلی داشته باشه 45 سالش، مردی با این سن کمی کم 2 تا بچه هم داره. دلم آتیش میگیره، چجوری میتونه خرج یه خانواده 4 نفره رو تو این خراب شده بده؟ روزی 16000 تومن به کجاش میرسه؟ روزی 16000 تومن فقط همین، خدا به سر شاهد همین. دروغ چرا؟ بعضی وقتا شلوغ باشه ها ممکنه 8 تا سرویس برن، ولی خب معمولش 4 تا. باور کن همیشه 8 هم جلوه 9. به جان تو هر کاری میکنم جواب نمیده. خرج سه وعده غذا واسه خونه رو هم به زور در میارم. حالا اینکه این وسطه اجاره خونه و پول آب و برق و گاز چه بابایی ازم در میاره بمانم. عزا گرفتم که اگه یه وقتی خودم و یه خانوادم خدایی نکرده مریض بشیم چه خاکی باید تو این سرم بریم. باور کن باید بیفتیم یه گوشهی بمیریم. خدا نکنه آجی این حرفه چی میزنیم؟ نه والا همینه دیگه، چون اینجا بدون پول برای آدم کاری که نمی کنن که. به خدا دنیامو شده آخرت یزدی. والا بالله این حق ما نیست، خدا شاهد این حق ما نیست. از یه طرف ارباب های قدرت مال مردم و میلیاردی میریزن تو قندق بلا، از طرف دیگه من و امثال من باید صبح تا شب جون بکنیم واسه اینکه از گرسنگی نمیریم. درد تو صداش موج میزد. مونده بودم چی بهش بگم. بعد از چند ثانیه سکوت یه دفعه یاد یکی از رفقام افتادم و گفتم والا راستش منم یه رفیق دارم همکار شماست. کدوم فرق کار میکنه؟ ترمینال آقا نور. حالا بحث اصلا کارش نیست و این رفیق ما ولی لیسانس برق آخه. جان من حال ای بر پدرشون، توی شرکت کار میکرده ولی صاحب شرکت انداختتش بیرون. واسه چی؟ والا واسه چیشو منم نمیدونم. اهل خلاف ملاف هم نیست، خیلی پسر خوبیه. اصلا میدونی چیه جناب، توی این مملکت هر چی آدم خوب و درست کار باشه از کار بیکارش میکنه. آره همه جون، آره درد که یکی دوتا نیست. جوان مردم با روزی 16000 تومن چی خواهد بخواد بکنه ها؟ خدا خدا سرشون بیاره. 30 ساله دارن مملکت رو میچاپن، ما هم که هر روز بدبختر میشیم. همونطور که به چهره خستش نگاه میکردم یه سوال همینطوری تو ذهنم چرخید.
آخرش دلو به دریا زدم و گفتم به نظر شما چی کار باید کرد؟ باید برن آقا جون، این آخونده باید گروشون رو گم کنن. 33 سال مال مردم خوری بس نیست؟ فکر نمی کردم اینقدر سریع جواب بده. کارد به استخونش رسیده بود و ترس براش رنگی نداشت. نمیدونم چرا ولی یه دفعه تصمیم گرفتم امتحانش کنم. لقمون این که باید برن و اینا تو حرف ساده است و اما تو عمل گرون تمام میشه. گرون؟ تو که دیگه نباید حرف بزنی جوون، دیگه از این گرونتر چی میخواد بشه؟ تو این خراب شده مگه ما چیزی واسه از دست دادن داریم؟ والا به خدا یه شرف برای من ایرانی مونده، اونا این آخوندان میخوان به باد بدن. بابا همین سوریه بیخ گوشمونه، ملت دارن سلاخی میشن ولی زیر با ستم نمیرن. خب من ایرانی چیم از اینا کمتره؟ رسیده بودیم به آخر خط. دلم میخواست بادم به حرفاش گوش کنم اما چاره ای نبود. وقتی نگه داشت رو به من کرد و گفت حرف شد جبون، اصمون نیمه تموم بود. نیمه تموم که نمون قرمون، حرف آخر خودت زدی، خودت تمومش کردی. نمانده تموم کردنش کار من تکی نیست، جمعی باید تمومش کرد.